یادتون باشه چند جلسه پیش براتون گفتم که در UCLA چند سال پیش یک بررسی کردن و مسئله عمده قلب نبود، استروک نبود، عفونت نبود، افسردگی بود بین استادا، دانشجو و کارکنان. بله. و تو جامعه هم که میدونیم، تو کشورهای پرگرفتاری هم که یه مثالی که زدنش این بود که در 1994 در نورثریج شمال واشنگتن لس آنجلس ارثکویک شد و خیلی قشنگ نشون دادن، همونطور که اینجا دارید میبینید، روزای پیش از روز زلزله در حدود 10-15 تا حمله قلبی وجود داشت. روز زلزله روز 17 ژانویه 1994 رسید به 60 تا. دوستان عزیز، من قسمت رو روی فیسبوک خودم خواهم گذاشت و شما خواهید دید. آره، ببین چه قشنگ یه دفعه 5 برابر شد تعداد حمله های قلبی بعد از ارتکوی. بعد ریزیکاریاشو براتون خواهم گفت. چند تا نمونه دیگه گفتن، مثلا در 1999 در تایوان یه دونه زلزله بوده که اونم باز حمله قلبی رو خیلی بالا برد. در 1995 در هاشین اواجی اونجا یک زلزله بوده که باز خیلی بالا بود، ولی خب مواردی هم بوده که فشار زیاد آمده زلزله شده و اون قرد نارد. همطور که در اینجا میبینید، این انشاءالله در آینده خواهند دید دوستان، وقتی که شما کسی قلبش درد میگیره، فشار به سینش میاد، در افرادی که عادی باشند خون بازم به اندازه کافی به قلب میرسه با این دیاگرامی که میبینید، ولی وقتی منتال استرس، فشار روانی و فکری آمده، میبینید که در بعضی از نقاط قلب خون نمیرسه، همونطور که وقتی آدم ورزش شدید میکنه.